نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت این سازمان خواستار اقدام برای آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. در همین حال نماینده اسرائیل در نشست دیشب شورای امنیت که برای بررسی حملات راکتی از غزه به اسرائیل و پاسخ اسرائیل به این حملات تشکیل شده بود، جمهوری اسلامی ایران را که از حامیان کلیدی حماس است مسئول حملات راکتی دانست. گزارش فرهاد پولادی حاوی جزئیات بیشتری است. در ابتدای جلسه شورای امنیت ملل متحد، نیکولای ملادنوف، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور صلح در خاورمیانه، در گزارشی که از اورشلیم قرائت می‌کرد، ابتدا با محکوم کردن حملات راکتی از سوی غزه با قدانی از مصر برای میانجیگری بین حماس و اسرائیل که منجر به آتش بس شد، از دو طرف خواست که هر چه زودتر زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم کنند. در این نشست نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، رهبران حماس که غزه را در کنترل خود دارند، مسئول این حملات دانست. I urge the members of the Security Council to exercise at least. من از اعضای این شورا مصرانه می‌خواهم که به همان اندازه که حق مشروع اسرائیل در دفاع از خود را موشکافانه بررسی می‌کنند، اقدامات تروریستی گروه حماس را نیز مورد بررسی قرار دهند. اعضا نباید انتظار داشته باشند که اسرائیل برای دفاع از خود کاری نکند، در حالی که حماس به اقدامات تروریستی خود شتاب می‌دهد. این اوج درویی است. ادامه محکومیت اسرائیل در حالی که گفته‌ها و اقدامات سران حماس نادیده گرفته می‌شود، این سوال را مطرح می‌کند که چه کسی به دنبال رفاه مردم فلسطین است. او در پایان بدون نام بردن از جمهوری اسلامی ایران، از آنچه وی بازیگران مسئول نامید، خواست که فلسطینی‌ها را به حضور پشت میز مذاکره تشویق کند. The Palestinian people deserve a better life. مردم فلسطین سزاوار زندگی بهتری هستند. این مسئله صرفاً در صورتی که جامعه جهانی اقدامات تروریستی حماس را محکوم و رد کرده محقق می شود. ما از رهبری فلسطینی ها و همه بازیگران مسئول در این مسئله می خواهیم که برای تحقق رفاه مردم فلسطین و اسرائیل دو طرف را به حضور به پای میز مذاکره تشویق کنند. پیشتر دولت پرزیدنت دونالد ترامپ بارها ایران را مسئول ترویج خشونت در منطقه خاورمیانه متهم کرده است. امریکا دنی دنان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، بدان در جلسه روز گذشته اشاره مستقیم داشت. نقش ایران در حوادث اخیر را نباید نادیده گرفت. حماس با پول ایران و راکت‌های ایرانی خشونت‌ها در نوار مرزی و هدفگیری شهرهایمان را انجام می‌دهد. به مانند لبنان و سوریه و هر جایی در منطقه که شما شاهد ارعاب و خشونت هستید، رد پایی از ایران است. حماس از ایران الگو می‌گیرد. طی دو ماه گذشته تنش‌ها در نوار مرزی اسرائیل با غزه به علت تشویق حماس به آنچه حق بازگشت فلسطینیان به سرزمین‌های پیش از تشکیل اسرائیل در سال 1948 بوده، افزایش داشته است. طی این دوره زمانی و به رغم هشدارهای مکرر ارتش اسرائیل مبنی بر مقابله با افرادی که می‌خواهند به صورت غیرقانونی وارد اسرائیل شوند، بیش از 110 فلسطینی کشته شدند. آمریکا بارها از حق مشروع اسرائیل در دفاع از خود اعلام حمایت همه جانبه کرده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.